روان ما را پالوده گردان از بدی و بیفرجامی. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما عزیزان دل. دوستان گرامی، مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم در رابطه با نقطه نهایی سنگ دوشاخ. در رابطه با سنگ دوشاخ مطمئنن به اندازه کافی دانش و آگاهی رو دارید، اما ما برای پیدا کردن نقطه نهایی در سنگ دوشاخ دچار یک سری مشکلات میشیم و یک سری ابهاماتی برای ما به وجود میاد که میخوام با این ارائه این کلیپ خدمت شما عزیزان این مشکل رو برای همیشه برطرف بکنم. نیاز یک مقدمه یکی دو خطی رو هم خدمتتون عرض بکنم. برای نقطه یابی سنگ دوشاخ دوستان گرامی، علم اعداد لازمه که همون علم ریاضیه و با یک مقدار به نوعی آشنایی با هندسه و مثلثات که همون هندسه و مثلثات هم جزئی از ریاضیات هست. ما زمانی که رشته علوم تجربی رو میخوندیم ما ریاضی جدید داشتیم، هندسه داشتیم، مثلثات هم داشتیم. پس هندسه و ریاضی به نوعی زیر مجموعه هم هستن. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با نقطه نهایی سنگ دوشاخ دوستان گرامی، ما چند تا عدد پایه داریم برای سنگ دوشاخ، عدد 3 و عدد 7 و عدد 11، همینطور عدد 77. اینها رو به خاطر بسپارید، 3، 7، 11 و 77. عدد 77 دوستان گرامی در سنگ دوشاخ کاربرد داره. برای چی؟ یک اولویت محسوب میشه برای پیدا کردن نقطه دوم در حدودات اربعه اصلی و فرعی. در پیرامون سنگ دوشاخ رو در مرکز قرار میدید و حول محور اون تا 77 قدم که برید نقطه دوم رو بایستی پیدا بکنید. بحث دایره رو که گفتم دوستان گرامی، نه اینکه دایره بکشید، در رابطه با عدد 77 حول محور 77 قدمی سنگ دوشاخ به دنبال علامت دوم باشید. خدمتتون عرض بشه که ما اینجا بایستی یک مربع رو تشکیل بدیم، یعنی ما بایستی 4 ضلع مربع رو داشته باشیم. ضلع اولی که خود سنگ دوشاخ میشه، ضلع دومیش اون اعداد 3 و 7 و 11 و 77 رو به خاطر بسپارید. خدمتتون عرض بشه که ضلع دوم اون میشه سنگی که در نزدیکی سنگ دوشاخ روی اون سنگ جوغنی قرار داده شده. پس این میشه ضلع دوم یک مربع. ضلع سومش چیه؟ بگردید دنبال یک سنگ هرم. ضلع سوم ما سنگ هرمه، ضلع چهارم ما توده سنگیه. پس سنگ هرم، توده سنگی، سنگی که روش جوغن هست و خدمتتون عرض بشه سنگ هرم، این چهارتا دایره یک خدمتتون عرض بشه مربعی رو تشکیل میدن و شما محیط رو میشناسید. وقتی محیط رو شناختید و این 4 ضلع رو ترسیم کردید، بگردید دنبال استارتر. استارتر در محیط متفاوت هست. اون استارتر میتونه فرونشست زمین باشه. فرونشست زمین جزو استارترها نیست، جزو علائمی هست که بعدها ظهور و
ظهور پیدا کرده، حالا به نوعی چند هزار سال که گذشته، یک مقدار اون سازه در حد نیم سانت یک سانت ممکنه فرونشست داشته باشه. پس اون استارتر دوستانی گرامی میتونه سنگین باشه، میتونه تل کوچیک باشه، میتونه چند تا سنگ باشه، میتونه سنگچین باشه، اما سنگچین سنگ هرم دوستان گرامی متفاوت هست با سایر موارد. 5 و 7 و 9 سنگچین سنگ هرم یا 5 تاست یا 7 تاست یا 9 تاست. پس در اون فضای مربعی که شما پیدا کردید، یک ضلعش سنگ هرمه، یک ضلعش خود سنگ دوشاخه، یک ضلعش سنگی هست که روش جوغنه، یک ضلعش توده سنگی هست، مربعی رو تشکیل میده. درون اون مربع میتونه سنگچینی باشه که اون سنگچین تعدادش 5 باشه یا 7 باشه یا 9 باشه. امیدوارم این مطلب به کارتون بیاد. مطمئن باشید شما سنگ دو شاخ واقعی رو پیدا کردید در مکان نامی. این فرمول مطمئنن به شما جواب مثبت میده و میتونید به راحتی نقطه آخر رو پیدا بکنید. ضمن این که دازینگ هم دوستان گرامی خیلی کمک حالتون میتونه باشه. ممنونم از شما دوستان گرامی. لایک رو بکوبید، سابسکرایب رو بزنید و کانال رو به سایر دوستانتون معرفی بفرمایید تا کانال بالا بیاد و افراد بیشتری بتونن از مطالب این بنده بیمقدار استفاده بکنن. امضای خدا پای تمامی رویاها و آرزوهاتون. مهرتون جاوید و بدرود. رضا ابراهیمی هستم.